پدیده موسوم به گردباد قطبی که مناطقی از آمریکای شمالی را فرا گرفته است، دمارا در بخشهایی از کشور آمریکا تا حد بی سابقه کاهش داده. در شهر شیکاگو مدارس تعطیل شدند و مقام‌های شهر از مردم خواستند که از خانه‌هایشان بیرون نیایند. برفی که باند فرودگاه نیویورک را فرا گرفته است، باعث شد که یک هواپیما در هنگام فرود بر روی باند بلغزد و از مسیر خود منحرف شود. هیچ کس بر اثر این اتفاق آسیب ندید. شهردار ایندیاناپولیس میگوید در دهه‌های اخیر هرگز شبیه شرایط آب و هوایی رو که همکنون تجربه می‌کنیم نداشته‌ایم. قادر نیستم به اندازه کافی بر روی این مسئله تاکید کنم. این میزان سرما واقعا من رو وحشت زده کرده است. این سرما جان انسان‌ها را تهدید می‌کند. ما باید خیلی خیلی محتاط باشیم. کارشناسان پیش بینی کردند که ساکنان مرکز آمریکا به دلیل وزش بادهای سرد زمستانی تا دمای معادل منفی 51 درجه سانتیگراد را احساس کنند. انتظار می رود که موج هوای سرد ایالت های اوهایو، ساوت داکوتا و ایلینویس را در نوردد. دمای هوا در شهر تورنتو کانادا به منفی 29 درجه سانتیگراد رسید. شهر کبک کانادا با درجه حرارت منفی 38 درجه سانتیگراد سردترین روز خود را در دو دهه گذشته تجربه کرد.